اینجا خیلی راحت چندین نماد. نمیدونم از کدوم درد بگم. از جا که هنوز به شیوه قرون وسطایی شکنجه جسمی و روحی از انسانها شرافت و ارزش انسانی را زیر سوال برده. ساده ترین حقوق یک انسان زیر پا گذاشته میشه. جایی که شکنجه جسمی و روحی، تجاوز جنسی، تحقیر و توهین و بهره کشی از انسانها به شیوه بدیهانه و به مرز انتحار خودکشی رساندن انسانها در زندان تبریز به امری کاملا عادی تبدیل شده. چون وقت خیلی کم زمان نمیتونم تمام مواردی که اینجا اتفاق افتاده رو گزارش کنم، از هر موضوع به یکی دو مورد اشاره میکنم. از حامی زندانبانان که هر روز زندانیان را مورد ظلم و شد و اهانت، تحقیر، خود کردن شخصیت زندانی براشون خیلی راحته، براتون اعلام میکنم. علیرضا طلوعی، مرتضی لاهوتی، احمد تقی‌زاده، جبرئیل مختارپور، منوچهر باباییان، جاوید عالی جواد، علیرضا قوی‌دل و این آقایان باعث میشن که فردی سالم از عضوی از جامعه خیلی راحت یه سال اقامت توی این جهنم به زندگیش پایان بده و بمیره. خیلی راحت فردی مورد تجاوز قرار میگیره و بیاورو میشه و این بیاوروی به مرگ منتهی میشه. خیلی راحت فردی در اثر ناملایمات و ناهنجاری های محیط زندان به یک معتاد تبدیل میشه که مواد این معتاد رو هم این مسئول رو خودشون تحمیل میکنن و باز به مرگ منتهی میشه. زندگی کلا اینجا مرگه. داشتیم که اینجا افراد مریض که همین زندان کثیف و غیر بهداشتی و مسئولین کثیف تر از محیط باعث مریضی فرد شدن به علت عدم دسترسی به امکانات درمانی مردن. اگر امکانات هم بوده مسئولین کم کاری کردن. داشتیم که فرد دکتری با باتون و بازش باور و اعمال شکنجه های غیر انسانی از پا در آوردن که بعد از چند روز مرده. خلاصه اینجا تو این جهنم حقوق بشر وجود نداره. اینجا افرادی رو ما داشتیم که به وضعیت موجود اعتراض کردن اما دیگه ما اونا رو ندیدیم، از اینجا برده شدن. اینجا زندانیان سیاسی شرایطشون سخت‌تر از بقیه است. جاوید هوتنکیو یکی از افراد سیاسی تو بند متدون نگهداری میشه که تمام این افراد متد و مریض هستند. حق یک زندانی سیاسی نگهداری در محیط کاملا غیر بهداشتی و یا وجود انواع بیماری هایی که این معتادها دارن در حد یک زندانی سیاسی اونم بدون هیچ تماس و ملاقات با خانواده و یا زندانی سیاسی دیگه میشه نهاد تاجر جز و اتباع بیگانه و اهل ترکیه هست رو بدون هیچ تماس و ملاقات و بدون معاشرت با دیگران تو یک رنگ 12 محکومی نگهداری میکنه که یک چهارم این افراد روانی هستن. یک چهارمشون قرص روانی مصرف میکنن، قرص های مانند هارتان، نالگاردین و آمیتریپتیرین و اولانزافین که گاهی هم کنترلشون غیر قابل کنترله. آیا نگهداری از زندانی سیاسی و اتباع بیگانه اونم با ممنوعیت تماس تلفنی و ممنوعیت ملاقات با خانواده و ممنوعیت معاشرت با دیگران زندانیان در حد یک زندانی سیاسی خودتون قضاوت کنید؟ اینجا ما شاهدیم که سربازان و مسئولین با باتون و باز اشکاور زندانیان رو مجبور و بازدور مراسم شرکت در حضور جماعت و روزی گرفتن اجباری در رمضان و یا شرکت در مراسم عزاداری ماه محرم و یا دیگر مراسم اعتقادی مجبور میکنند و اسلام زورکی رو به خود این زندانیان میدن. موارد نقض حقوق بشری که اینجا انجام بشه غیر قابل توصیفه. اما برای اطلاع به چند مورد با نام و تاریخ اشاره میکنم. ظلم و شتم و اهانت و توهین بیمورد مسئولین بنده 12 به زندانی به حد فتحی چه فرد اقدام خودکشی کرد و مرد. تاریخش 8/5/26 حسین تقی‌پور رو داشتیم تو بند مالی که انقدر اذیت و آزارش کردن، ضرب و شتم، تحقیر، خلاصه به پوچ کشوندنش. یارو رفت خودکشی کرد. تاریخ 9/7/29 تو بند مالی حسین تقی‌پور رو داشتیم. تو بند اسلام خانوم همسر آقای عبدالحسن‌پور رو داشتیم که در تاریخ 8/4/15 زیر شکنجه اقدام به خودکشی کرده. تو کانون اصلاح و تربیت زندان داشتیم یک نوجوانی به نام اسماعیل امنی در تاریخ 8/11/15 خودکشی کرده. افرادی رو داشتیم اونجا کمسان مختال که خیلی مورد تجاوز قرار گرفتن و مسئولین
بی‌اعتنا بی‌تفاوت بودن، اصلا برخوردی نکردن با متجاوزین. خلاصه اینها خیلی اینجا خیلی مواردی هست که ما به علت کمبود وقت نمیتونیم توضیح بدیم، غیر قابل توصیف هستن اینا. ما تو کانون اصلاح و تربیتمون که نوجوانان زیر 18 سال نگهداری میشه به افرادی رو داریم که پرورش داده میشن تا این نوجوانان رو شکنجه بدن و گاهی تجاوز کنن. مسئولین بند کانون آقای مرتضی لاحقچی و علیرضا طلویی و زندانی دیگه ای که 26 سالشه و در بین افراد زیر 18 سال نگهداری میشه به نام ایجاد جرمانی، وظیفه‌شون اینه که افراد کوچیک رو بزنن، تحقیر کنن، گاهی هم تجاوز جنسی، سوء استفاده جنسی دیده شده. خیلی زیاده، ما اینا رو نمیتونیم توصیف کنیم، اما به همین به علت کمبود وقتی که داریم اینا رو گزارش میکنیم از تمامی نهادهای وابسته به حقوق بشر و تمام انسانهای آزاده‌ای که از در تا سر زندان صدای ما رو میشنوند درخواست اطلاع رسانی و رسیدگی به وضعیت این شکنجه و قرون وسطایی رو داریم. گزارش کرده افتخاری حقوق بشر، زندان مرکزی تبریز، آریا. خداحافظ.